رها کنیم از گذشت ها گذشتیم ما اسیر سرنوشتیم بازی کنی؟ نه فردا با بابام و مامانم میخواییم بریم ساری. خب پس خدا فرد فرمان سر مامان جون کی میرسی؟ عزیزم فکر میکنم یکی دو ساعت دیگه برسیم. دلش میخواد جنگل های شمالو ببینه. حالا خدا کنه وقتی که به اونجا میرسیم کاری برامون درست شده باشی. فکرشو نکن درست کردن که به اونجا میرسیم کاری برامون درست شده باشی. فکرشو نکن درست کردن کار اونجا به عهده من. خدا مطمئن باش. چرا رادیو خاموشه؟ بذم من واسه روشن. ماما جون تو رو خدا پاشه مامان جون. پسرم تو زندی؟ خدا تو رو زنده نگه داشته. باید زنده بمونی پسرم. من قول داده بودم برات زندگی راحتی درست کنم، اما افسوس برای تو آرزوهای زیادی داشتم ولی نشد پسرم، نشد. من دارم میمیرم از تو میخوام گاهگاهی به آبادان پیش خالت بری. مامان بس من بیشگی بمونم. بابا چی رو تو بعد از این هیچ ناراحت نه اینجا خون درست مثل خدا میخواست بیام اینجا، اما خانم همش منو اذیت میکنه. هر وقت میام درسامو حاضر کنم هی منو میفرسته دنبال خرید. آخه من میخوام درس بخونم. پدرت از بهترین دوستان من بود، وظیفه من اینه که از تو نگهداری کنم، فهمیدی؟ بله. ماسی جون سلام. امشبم من رو دیر اومدم، سلام کن. بشین پسرم، وقتی کسی یه دفعه جواب سلامتو نداد دیگه بهش سلام نکن. ناراحت نباش. حالا دیگه همینش مونده بود که از این بچه یتیم نگهداری کنی؟ آخه پروانه، چرا با این بچه اینطور رفتار میکنی؟ میخوای با یه بچه بی پدر مادر چی کار کنه؟ من که این بچه چه گناهی کرده که پدر خودش از دست داده؟ من و تو باید از این بچه نگهداری بکنیم. اون الان امیدش فقط به ماست، کسی رو تو این دنیا نداره. به من چه مربوطه؟ مگه من تعهد کردم همه ناامیدا رو امیدوار کنم بره هر قبرستونی که پدر مادرش رفتن؟ همون احمدی که همیشه به همسایا میگفتی دیگر گوشه عزیزمه. مامان جون همون احمدی که همیشه سرشو میذاشتی رو زانو تو نازش میکردی. مامان جون، مامان، بابا، خدایی من تنهایی چی کار کنم؟ چرا پدر و مادرم رو ازم گرفتی؟ آخه مگه من چی کار کرده بودم؟ مگه من چه گناهی کرده بودم؟ مامان احمد، 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 بیچاره، کجا داری فرار میکنی؟ آخه، منم از مدرسه فرار کردم که بدبخت شدم.
باشی بیا پیش ما قرد و بنازم یا نازت و برم اما خبر جیم شدی بازم بیا قرد و بنازم یا جیم شدی بازم از مدرس من دو دوازه سال کدیمه دل خوش به سمین دخواست دواده هم نکیمه که قصه نون و خواب دارم بی خیال شده روز و شب ما مهمونه اون اوزگا کریمه این شب و روزم که مثل بار سر زندگی خوب و بدش جون آخر میداره این شب و روزم که مثل باد سر سر میداره زندگی خوب و بدش جون آخر میداره حالا که دیگه دنیا با ما کره جنگه این بری میریم چوبه اون بری میریم سنگه زندگی خوب و بدش جون آخر میگذره این شب و روزم که مثل باد سر سر میگذره زندگی خوب و بدش جون آخر میگذره حالا که دیگه دنیا با ما که جنگه این بری میری چوبه این بری میری سنگه خب بچا حالا خوری دیگه تعطیل میخوایم بازی کنیم یالا ببینم زود باشین چپتو رو کن ها اول پولتو رو کن بعد قمار میکنی اگه باختم فردا بهتون میدم امشب یه جای حسابی رو دید زدم بچا از این بالا میریم پایین خودت ما رو بکش بالا چطوری ما رو انداختن تیم غلفتونی ها خب علی جون تو چطور شد اومدی زندون مرادت کیشم کلاس شیشم والا تو محل ما یه اصلا فکری هست رفتم ازش پول قرض کنم هی فکر کرد آخرشم دستش تو جیبش نرفت که نرفت نامرد
خب این که زندون اومدن نداره. یه وقت دست من رفت تو جیبش. دست کنیم دیگه زمان ریز جایی میره تو جیب این اون. احمد بابک آزاد. چه کاش ما زودتر میخندیدی. خب تو میری هج خدا به امراد. علی جون تو بچه تو زندون به من خیلی محبت داری. اخ خدا میخوام یه روزی همه تو من این تو خلاص. ای خدا. خب بچه ها بین این پاکت سیگار مال شما. البته ناقابل هم میبخشه قابلی نداره من میرم بیرون میخرم. بارگوره تو خب همه جون حالا کجا میریم؟ باشا علی جون من میرم آبادان. اونجا یه خاله دارم اونم وضع خوبی نداره. میخوام برم بشی سری بسر. به سلامتی. خب بچه ها خدافظ. قربونت تو. ایشالا تا برگردی ما هم آزاد شدیم. پاتوق ما رو که بهت گفتم قهوخونه آمیرزا خیابون ره یه سری ما بزن. قربونت تو برم. ببین اما موعد باشه تو بچه چه خانپا خان نکنم. حالا دیدی هی روز می شد و هی شب می شد. چشم ما به این در خوش شده بود که یکی بیاد تو بگه جوون مرخ هستی. اما مکسی می اومد انتظار ما رو کش تا بمیری. چرچی داشتیم و نداشتیم خرجی رو فقط نامردمون کردیم. یکیشون مرد نبود. چند وقت زندون بودی؟ رفت 15 روز. خدا قسمت هیچ جوونی نکنه. خیلی سخت گذاشت. دست مریض آتیش ببینم داداش این قهوه خونه آمیرزا کجا؟ ای کن جلوتر قربونت باقی بقایا. گفتم خدایا خداوند یا آخه من به این پسره چرخوز چی بگم؟ تو بمیری به روح پدرت قسم زیخش گرفتم تو دستم مثل موم تو اصل آب شد. اومدم بکشمش بالا گذارم نکن دیدی بالا ای جا بخونی بخونی خب بیشیم بینم خب کجا بودی؟ چه کاره میکردی؟ این دلم رو تنگ شده بود یه ذره شده بود دلم رو منم همینطور تو بیمیری خدا میدونه بفرمونه تو دارم بفرمونه تو دارم بزن روش نیدن بفرمونه بشه همش. خب تعریف کن بیدیم همه چون چی کاره کردی چطور گذارم چی بگم علی جون؟ از زندون که اومدم بیرون میخواستم برم پیش خالم نشد. خواب مجبور شدم از وسط های را برگردم تیم. خواب یه راست اومدم سراغه توی ناکر. قربونه تو برم الهی من. علی جون اگه تو این دنیا 4 تا درد بزرگ باشه یکیش بی پولی. اگه گفتی هف که خونه شال گفتی بی پولی درد. ببینم علی بازم داشتی چه خانپا خان میکردی؟ بسه انقدر این حال من که داشت گریشون میگرم این سر میمیره چه میمیره از کام میخواد چه سر چقدر لرم چه خوشی باشه بریم علی جون باشه بریم بابا شب کنم کجا؟ احمد جون میخوام به افتخار آزادی خودت و خودم امشب یه لبی تر کنیم مهمون منم هست اخیه چرا سم نده اخیه چرا کنم قربونه تو برم بزرگان میفرماید جلو من دست که جوجی به خود جالت اونت قربون تو برم بفرما بیام آمیزه حساب ما چرا میشه جایست خیلی خب شما بفرمی معلوم میام دوزر طلبه تا میزه یا ما اینکه هشت جل بده کاری
با هر چی رو دیدم بلا فاصله آزده تو بینیم خوشگلی هم با تو درده سر گده نه بیا بینیم بچه باری کلا برش تو بیار اینجا باری کلا حالا میرم نبا میدم خواسته نخور تو کافه به خیلی هم محل نمیذارن یا خبره بفهم دیگه هم که پا این بحثات ما کوچه رو بر نمیداری بیاری لامو رو بده آخه شما دو طرفه خورده پول ندادین ده پول دادم واسه شما چیز میزی نهیرم قربان میدونی تو هم لچ کن دیگه بهشون انام پنام نده انام چی چیه کوفتم بهشون نمیداری کلا ای سفید پول بله قربان برو بر بره کوگه ای تا پنج دقیقه دیگه ارده بارو نکنی هر چی دیدی از چش خودت دیدی برو بینم یلا تو بیمیری از دوی بست اون یارو که کلی بده کاره اومده سر اون میکشته و همش مرد میده میگیم چی کار کنم هرچی میخواد واساش بباره امشب کاری میکنم که بره اون دنیا تا مخوری یادش بره دشت قربان برو به مینه بگو ماجده دارم تا دیتاتی کن بیایی باشم یارو بچه امشب باید ساز بزنیم یه فلوت داریم یه ویولون فلون آشان اینجا من نفسم خوب فلوت میزنم منم پنجم خوب ویولون سر میزنم اینجا هوا برفیه بازم اون یارو مفخوره آره چند تا برف کارو کنم اجیر کردم قلو بکنم هر وقت برف پاره شده بگو بیا موزشونو بدم خبره ها عبود خفا آوردی بطیه رو بذارو دنگ بابا خوره فیل فیل مهمون ارادت کیشم خب تعارف کن نزول اجلال بفرمین آقای اون خوش گلدوز ای کمون کسری چیز داریم بفرمی اینو نه قربون شما نه چی از در از دادم سر شدم اجل تو چیزی میخوری نه قربون تو من بده بابا حالا چی میل داریم این تعارف یه رو خدمت رو من نه تو دیگه بس کنم حالا نوبت ماست که از آقایم پذیره کنم آقای اللہ تا بفرمایی سر میز راست میگی مجلس بیری یا کوف داریم زهر مورد خامه جون نمیان نمیشه نه هم میزو بفرستی بفرستی Thank you.
شدی. خب دیگه بسنه؟ بپسش بیدونم برشتمش تو باکت سکون تم رو شخصونم رو بردم. های باکت اما همه چون قربستم نزمی شد چرا چطور اینقدر میزنی بابا؟ من نگفتم نزنش قریب کی رو بردی؟ نازی نازی جایی نکن اینجوری بابا نزنش من که بسنه کم نازه اینجوری زدی تو اینجوری نازه بسنه دیگه ولش شما با این گردن کلفتی چطور وجدانتون قبول میکنی مفتخوری کنی؟ تو که منو دعوت کردی جوابشو بده. والا خانم جون بیکاریه و هزار جور علافی. خیلی کاره هست. اگه شما دوست داشته باشین من میتونم براتون کار خوبی درست کنم. والا خانم محترم ما نه رقاصی نه اینکه گارسونی بلدی نه ظرفشوری. کاری که من میگم خیلی پرمنفعت‌تر از ایناست. چی؟ اینجور نونا عجل ما پایین نمیره. ما نیستیم. بذاریم داشتیم ارادت کیشم کلاس شیشم خسارت بزن و بشکنه بزنی به حساب بانکی بنده. داشتی بیا چشم بابون خلاصه هر وقت کارتون گیر کرد من حاضرم کمکتون کنم. خیلی خواب روخ چه زنه مهربونی. بریم عزیزم. بینم کن برو زیر بغل اون احمقا رو بگیر و بلندشون کن. خیال میکردم ارده برن نمیدونستم اینقدر به درد نخورم. Oh,
آخ داشم تو با این آواز ده کاری کردی دل منم گرفت. بریم یه دومه دیگه به خمره بزنیم و بیاییم. گوش کن داشنی، از این به بعد هر وقت دلت گرفت اول پولتو رو میکنی بعد میریم عرق خوری. اگه قرار باشه هر شب بابت دل گرفتن تو یه فس دعوا کنیم ما نیستیم، حالا دنده رو چاک کن بزن بریم. تقصیر منه که تو رو با خودم بردم، یه سور مفتی بهت دادم. تو چه سور دادی نامه؟ بچه تو چرا اینقدر نمک نشناسی؟ یعنی همه نمک نشناسن اما تو نمک نشناسه، نمک نشناس تره، نمک نشناس تر تری. چی گفتی؟ نه مجرد داشت ندارم چی، چیزی نشد بفرم. دیگه شب برده سمور می آی داشتنی کشت درویش کن بزن بریم یلا. اونجا رو نگاه کنین، اونجا رو بسوکیم. اونو که هم داشتیم اولخه. ای خوشگل کامت سلا، این وقت شب میری کجا؟ از را میره پیش بابا. ای من فدای اون چشا. مهمون حبیب خدا از پذیرای کنی. میدم داشتی برم بپیچم. چکیام میدم پولی. نه آبجی چیکار میکنی؟ من پول پیش داشتی دارم. برم شماره برات تلفن کنم. برو داشتی پیچ بیا. تا پول پیش کی داری مگه ارث باباته؟ مردم کرد. بفرمایید تو. نه منم که منتظر رسیدم. نه خواهش میکنم بفرمایید تو. بفرمایید. اگه خونه نی. چیزه خلیفه ببخشه. بفرمایید تو. اومدی دخترم؟ پدر زود باش عجله کن عزیزم. سلام پدر. سلام پسرم. دخترم آقا کی باشه؟ پدر اتفاق خیلی بدی افتاد. چه اتفاق؟ این آقا با رفیقشون من از دست یک موش مست نجات دادم، حالا رفیقشون رفته نسخه رو بپیچه و بیاره. از محبت و انسان دوستی شما متشکرم. خواهش میکنم قربان، ما که کاری نکردیم، وظیفمون بود. بفرمایید بشینید. شما هم پسر من هستید. بیا جلو، بیا پیش من بشین پسر. بفرمایید، بفرمایید اینجا. بشین پسرم. دخترم برو چای بیار. چشم پدر. خب بگو ببینم چطور شد دعوا کردی. والا میدونین من رو رفیقم داشتیم میرفتیم که یه رو دوستی با مردم این آدم سفالین کاسه بسن که عوضی نشکنش افتاد درشتر بشکن در نشکن باید ببیرن دختر این داره نکنه اما نه او قدری بود گلی بود چرنگی بود الله و بخت برو بریم. خیلی کتا کاری کردن. چند نفر ناگافه ریختن سر دخترتون. یا الله چادریاش زیر چادر. بس بس این کیه؟ داشلیه. خواب جا خوش کردی ها. ارادت چیش و کلاس چیشم دوار آوردی؟ بله ببر مورد. خیلی متشکرم. الان دواتونه درست میکنم پدر. خیلی ببخشید من با اجازتون میرم چایی بیرم. قربون دستت ما راضی به زمان شدید. بس دیگه خاطر لوس نکن ببینم علی.
میوه خریدی؟ پولشو کی داد؟ خب بس دیگه نمک نری. احمد آقا این رفیق شما خیلی خوشمزه. خوشمزگی اخوانتون هم که قربونه دستت. تو در این دواتونو بکنی. میگم که من امشب خیلی مزاحم شما شدم. حتما خانمتون تو خونه منتظرتونه. نه اشکالی نداره آبجی. ما تو دنیای به این بزرگی هیچ کس نداریم که منتظرمون باشه. علی آقا مثل اینکه من شما جایی دیدم. والا ممکنه. ببینم پدر شما دوز نیستی. دوز؟ اوه چطور مگه؟ آخه ما که با آدم حسابی طرف نیستیم. درد بکش. هر کی ما رو می‌شناسه یا دوزه یا جیب بره خفه. ببخشید به دل نگیرین آ پدر. خب پدر نگفتی مرضت چیه؟ ای والا چی بگم، درد بی درمون، گهی سردرد، گهی سلفه، گهی ناله، گهی خنده، چه میشه کرد با بنده؟ گهی باید زدن دنده، عجب دنیای ما جنده. ایشالله خدا خودش شفاتون بده. اگه نخواست بلاتون بده، نشد مهر و وفاتون بده، بالاخره یکی این تونا بهتون بده. برادر کیش کلاس شیش؟ اون چی اون بالا؟ پدر ببینم شما محل صفایی. از خاچاتور افتیافر بودید. اون گاه گداری برای تسکین درده. یه مگه دردم تسکین میده پدر؟ بس نیست، خوبه. عجب داستانیه. اوخ دلم در شده باید باید بردم از اون میخوام. اوخ اوخ من دلم در شده. خیلی خفت نلم از اون میخوام. بیا بیریم بیرون میخوام. باید دلم در اومده. بچه هم بودیه دیستی کنم، بچه هم خیلی راحت شدم. بدن راست گفتی یا تسکی میده، شما شده دواخونه درست نمیکنی. بازم بخور، بازم بخور. احمد جاره به هیچ مندق بلایی الله. خب پسرم، شغلت چیه؟ والله افتلم بیکاره. شما چی پسرم؟ من هم دم دست این کار میکنم. حقیقتش اینه که ما فعلاً بیکاریم، تصمیم داریم یه کار آبرومند گیر بیاریم. شاید من بتونم براتون کار درست کنم. آخه من توی کارخونه نسبتاً بزرگ سرکارگر هستم. فردا، پس فردا یه سر به کارخونه بزنین، شاید بتونم یه کاری براتون دست و پا کنم. خیلی ممنون میشیم. ما میم فردا، پس فردا میم خدمت. آدرس بهشون بده دخترم. اما میترسم خیلی مزاحمتون بشیم. اختیار دارین احمد آقا، ما نصف محبت‌های شما رو نمیتونیم جبران کنیم. نه فاچی آدرس. اختیار دارین. خب دیگه با اجازه ما مرخصی. من یه قلاب بزنم. بلند شو بریم علی. شما بلند نشین. خواهش میکنم. حالتون خوش. پدر خودم خیلی متشکرم. خب فعلا خدافظ. خب دست از آقا چه کثیفه. چته من شطور میبری احمد. سم پیشکش. کلاهی واسه گروپ ها بعد دخین کلا نیست چی میگی؟ و اگه کلا نیست چیه؟ آبخوریه؟ نه بابا این نگه بچه هست دیونه. یعنی بچه ها اینجواره؟ آره بابا خوب. سلام خانم. سلام. الان میگم پدرتون بیا. دخترتون رو بدن دمه در منتظرتون هست. شما بریم من موازه دفتر هستم. متشکرم الان میرم. سلام بده. سلام دخترم. خب نهار برامون چی درست کردی؟ یه چیزی درست کردم دیگه. احمدی موشته بده. واسه چی؟ آره میگه بیا بریم به همدیگه قضا بخوریم. اینم بیاره. خیلی خوب. ببینم نهار خوردی؟ مال منو بریزی بابا. اون تو که نمیریز اون لگنه. زن کن بابا یه لقه زن کن. مادم چه عجب یادی از ما کردی. تو اون ساکت چی آوردی ها؟ بابام هنوز پرهیز داره، براش غذا درست کردم آوردم که غذای بیرون رو نخوره. بعد نیست شما دست پخته منو بچشی. اگه اجازه بدین ازتون دعوت کنم روز جمعه. البته اگه کاری نداریم با هم بریم به اونجا هوایی بخوریم. منم بیمیل نیستم. البته اگه حال پدرم خوب بود سعی میکنم که حتما بیام. خب دیگه فعلا خدافظ. خدافظ.
تا تو میخندی این دنیا میخنده، گنچه یه لبهایت زیبا میخنده، تا تو میایی بوی گل میآید، از آب و شهد بوی تو من میآید، باور کن باور کن باور کن که توی خوشتو نباشین، همین الان پیداشون میشه پدر. سلام پدر، حالتون چطوره؟ به چیزی احتیاج نداری؟ نه پسرم، من دیگه دقایق آخر عمرم رو میگذرونم، تنها خواهشی که دارم اینه که از دخترم که تنها یادگار زندگی مواظبت کنه. خیالتون راحت میشه پدر، من تو اونجایی که قدرت دارم ازش مواظبت میکنم، بهتون قول میدم. بفرمایید، بفرمایید تو قرمان. مثل اینکه علی رئیس آورد. آقای رئیس تشکر. چه چیم؟ به قربون سرکاریگرتون مریض شده. سلام آقای رئیس. خوش آمدین قربان. سلام. مریضه؟ خب مریض باشه، لگه من دکترم. اینطور که تو من آورد اینجا، من خیال کردم هفت کفنم پوسونده. اصلا چه احتیاجی به وجود من بود؟ من میخواستم یه رازی رو براتون فاش کنم، بلا مرک چیزی نیست که آدم دل با پسش باشه. این مزخرفات چیه؟
راز خانواده شما به من چه مربوطه؟ وانگهی چه رازی؟ اصلا تو چی میگی؟ انصافتو شکر. رازی که 20 سال تموم تو سینه من پنهان مونده. اون روزا من دربون کارخونه شما بودم. گاه گاهی به شما میرفتم و به باغبون خونتون کمک میکردم. منظورت از این چرت و پرتا چیه؟ اگه به خاطر داشته باشی هنوز کفن همسرتون خشک نشده بود که شما دوباره ازدواج کردی و بعد از چند ماهی دختره یک سالتونو که تنها یادگار اون خدا بیامرز زن اولتون بود به دست زن فعلیتون ناهید خانم سپردی و خودتون به سفر اروپا رفتی و ناهید خانم که نمیتونست وجود بچه وارث ثروت شما را تحمل کنه نامه ای براتون فرستادی که دخترتون مریض شده و بعدم نوشت مرده. اون میخواست بچه رو نابود کنه. من از این موضوع اطلاع پیدا کردم. خدا را شکر که خیلی به موقع رسیدم. پدر حرف بزنیم. پدر خواهش میکنم ادامه بدین. شما این مطالب از کجا میدونید؟ این چیزا را از همون روزایی که به منزلتون میرفتم فهمیدم. پیره مرد باقبون برای بچه ای که خدا بهتون داده بود دلسوزی میکرد، درد دل میکرد و میگفت من از آخر عاقبت این بچه بیگناه میترسم. منم دخترتون رو گرفتم و بزرگ کردم. حالا به حکم عجل دختری رو که بزرگ کردم به دست پدر واقعیش میسپرمش. پروین، پدر واقعی تو این آقا چه؟ در عوض این راز داری ناهید خانم شغل مهم تری تو کارخونه به من داد. زنده هستی دختر؟ من پدر بدی بودم. سعی میکنم از این به بعد گذشته ها رو جبران بکنم. مادرم عجب دنیا. خدا رو شکر میکنم. من گناه بزرگی تو زندگی مرتکب شدم. گناهی که 20 سال تمام مجازاتشو کشیدم. ولی از این به بعد پدر خوبی برای تو خواهم بود. حالا که میخوای پدر خوبی برای بچت باشی در عوض 20 سال زد کشیدن من و دختر آخرین خواهش منو برآورده کن. چه خواهشی؟ قول بده با عروسی پروین اهم از موافقت کنی. این دو نفر همدیگر خیلی دوست دارن. با چی؟ احمد؟ همین احمد؟ بله قربان. به من نگو قربان، من پدر تو هستم و به هیچ وجه اجازه نمیدم با این آدم بی سر و پا ازدواج بکنی. شما حق ندارین به جهت به دیگران توهین کنی. تو حرف نزن دخترم. پیر مرد احمق، تو 20 سال منو از نعمت داشتن فرزند محروم کردی. اگه حالا بخوای تو کار من دخالت کنی از کارخونه بیرونت میکنم. تو حق نداری با یه پیرمرد اینطوری صحبت کنی. اونم پیرمردی که همه زندگیشو فدای تو کرده. تو کارگر زیر دست من هستی. من به تو اجازه نمیدم تو کار ما دخالت کنی. دست کسی و تو بردار. چرا اینطوری حرف میزنی؟ تو منو فدای هوس بازیای خودت کردی. چه لزومی داشت که با اون ثروت منو به دست زنبابای پست و جنایتکاری بسپری که روزگار هر دومونو سیاه بکنه؟ روزگار منو تو را این مرد سیاه کرده. تو را که به من اینطور قضاوت میکنی من پدر تو هستم. تو پدر من نیستی. پدر واقعی من این مردی که 20 سال با خون دل و فقر و فلاکت از من نگهداری کرد و تو هنوز نرسیده میخوای همه چیزو از من بگیری. پدر جون من دختر تو هستم. منو ترک نکن. صفا و صداقت تو به همه ثروت های جهان میارزه. ولی از دست دیگه مفلتم نمیده. پدر خدایا چرا اونو از من گرفتی؟ یه بچه ناتوان بیگناه و معصوم چه کرده؟ نه پدر، من به خاطر من گناه این زن رو فراموش کن. چون همونقدر که من در بچگی احتیاج به محبت داشتم امروز بچه های این زنم به محبت مادرشون احتیاج زیادی دارن. سلوه اگر یه زنی واقعا معنی مادری رو بفهمه بچه براش فرقی نمی کنه. عاطفه عاطفه. منم به سهم خودمونو به خاطر بچه هاش می بخشم پدر. دخترم تو چقدر مهربونی. با این همه زجری که کشیدی چقدر با گذشتی. امیدوارم بتونم گذشته ها رو جبران کنم. از این به بعد همه چیز متعلق به توست. حتی کارخونه رو تو باید اداره بکنی. بریم خودم. بریم.
یک فکر میگردن یه روزی میکن باشه من اون راه چارشو میدونم چنگیز منم ناهید الان نوبشه با دخترش رفته شب نشینی زود باش منتظرم الان 15 ساله برخلاف میل باطنیم دارم با این پیرمرد زندگی میکنم فقط به خاطر پولاش حالا این دختره اومده میخواد صاحب همه چی بشه تو میگی من چی کار کنم بایستم تماشا کنم فکرش نکن این دوتا عباس همیشه به هم میچسبن بالاخره خودشون کلک دست خودشون پس چرا این حرفا رو به نادرخان نمیگی همین امروز جرایانو به نادرخان بگو منم پیازدادشون زیاد میکنم چشم تو اولین فرصت بهش میگیم بالاخره به هر ترتیبی شده باید این مانیو از جلوی پامون برداریم چنگیز جان من برگشتم زود باش برو تو رو نباید اینجا ببینی برگشتن که برگشتم نه خواهیت میکنم زود تردارو اگه تو رو ببینی خیلی بد میشه یا نه زود باش برو قربان چنگیز خان اومده میخواد شما رو ببینه چنگیز خان اجازه بفرمایید بگو بیاد تو چشم باز تو به این زودی با من چه کار واجبی داره که اومده اینجا سلام علیکم قربان سلام چی شده که این وقت صبح اینطوری مزاحم شدیم؟ تو لالبازی در آوردی؟ این استعفا دست خوردم استعفا نامه؟ بله استعفا برای چی؟ چی باعث شده که دیگه برای ما کار نکنی؟ حالا قربون چند ساله که ما زیر سایتون تو کارخونه با صداقت و درستی کار میکنیم اما حالا وضع کارخونه یه جوری شده که دیگه جای ما نیست چرا مگه چی شده؟ چرا منظور تو واضح تر نمیگی؟ ببینی قربون ما نون و نمک شما رو خوردیم نمیتونیم ببینیم که دختر شما با این پسر احمد هر دفعه خلوت کنه و علی بلبلم کشی کشه بکشه آخه کارخونه جای این حرفا نیست به این ترتیب چون من از آبروریزی شما و خودم ترسیدم واسه این که نکنه روزی شما از چشم من ببینه بهترینم از خدمتتون مرخص شم پس هنوز این لاشخورا دستبردار نشدم نه تو نباید از کارخونه بری تو باید تمام حرکات اونا رو زیر نظر بگیری و به من اطلاع بدی حالا برو کارخونه تا من بیام حسابشون رو برسم چش قربون برو با این ترتیب این دختر آبرو و حیثیت ما رو فدای هوسبازی های خودش میکنه کاش که مرده بود و پیداش نمی کردی میدونم باشون چی کنم پلاستیک توی این ماشین به صورت خمیر در میاد و با اون دستگاه به اشکال مختلف میگه بیاد در این قسمت خمیر پلاستیک در قالب‌های گوناگون ریخته میشه و برای مصارف متعدد آماده میشه اما اون گوشه سالن کار ماشیناش با این قسمت تفاوت بسیار میکنه ماشینای این قسمت حالت خوبه؟ ای از کارت راضی هستی؟ اگه این کارم نکنم چی؟ بالاخره بخت اقبال ما اینطوری احمد چرا نراحتی؟ مگه چی شده؟ خودت میدونی گردش روزگار از این بازی ها زیاد داره گاهی انسان رو به اوج قدرت میرسونه و گاهی یک میلیونر رو به خاک سیاه میشونه ولی این نوع حوادث هیچ وقت نمیتونه بین من و تو جدایی بندازه آره درسته ولی آینده همه چیز رو ثابت میکنه میگی نه بعدم میگی در واقع میشه گفت هر کدوم از این ماشینا در روز به تنهایی کار 100 تا کار پروین
هروین چند بار بگم این بی سرپاها رو فراموش کن. من اجازه نمیدم با اینا معاشرت بکنی. من چه در اینا خیلی به من خوب ندن. دو آدمی که تو هفت آسمون یه ستاره ندارن چه کاری از دستم داری؟ اگه حضرت داشتن از خودشون مواظبت میکردن. گفتم باید اینا رو فراموش بکنی. تو هم کارتو تحویل بده، بیا تو دفتر با هم کار دارم. بیا برو خونه. بگم که یارو چرا ترش کرده بود؟ نمیدونم، برم تو دفتر ببینم. حتما میخواد فعلا معاون کارخونت کنه. آره جونتو بعدم اخراجت کن. سلام قربان. بوشه برپا میذارم تعظیم کنه خانوادگی شما. تا امروز دو هفته از قربان به خاطر یه مرخصی گندیده موفق به دیدار جمال بیمثال شما نگردیده و حال که مزاحم شده ایشان را عفو بفرمایید قربان. و حال که در مقابل شما به عدد مستطاب اسکندر تجارت مسلکم قربان به عرایتم توجه بفرمایید قربان. استدعا میکنم خدمتی که بنده یک تمنا میکنم. آخه یک تقلا میکنم قربان. آخه بنده یه بیگناه فقط به امید یک نگاه اومدم تا این بعد نبندیدم توی چراغ. صبر کن شما. نمیدونم شام ننم که شام چیه عمله. میگم صبر کن. الو تلفون. الو بله بله تا چند روز دیگه میفرستم براتون. خواهش میکنم خدا حافظ. خیلی ممنونم که سفارش بنده رو پر بودی قربان. چیه ها؟ چیه؟ من چه میدونم چیه. ننم میگه زن خوبیه. اخ نه بگو چی کار داری. ها بله حضرت آقا، دو هفته است که بنده تقاضای مرخصی کرده. به بنده ندادن. حالا اگه ممکنه شما به من بدین. مرخصی میخوای چی کار کنی؟ مرخصی تو فعلا برو کارتو رو هر وقت وقت کردم حبرت کنم با هم مشت بزنیم. برو بفرمین این کلید فرمو دیگه بفرمین. امری فرمایشی نداری؟ نه فعلا کاری ندارم. با اجازتون برم. خب ما خم سود کشید. یه رو دست دست اسکناس میذاش تو سند چنگیز رو میگی؟ آره تو ببینی. آره تو بفرما. اول شما بفرما داشتن. حالا ببینیم قطع مزه چی داره. داره دیگه یه چیزایی. آخ گردش رو بگرد شد بازی هم دیگه بشیم. اگه بدونی یه رو چه حرفای بمزه جیگرم کبا بشتی بیا ایجا. ای آقا دو تا چای بعد بیار بینم. هرچی که گفتی شانس دارم راست گفتی. هرچی دلش خواست گفتی. درست حرف مفتم اما فلوکه گفتی. من همیشه پرسه زنم و این دل و صحبون میزنم. عروسیه و جمعاتیه ده بیا که وقتی شادی. نهاری بیار گشنمونه این پولیم بعد در بیار ده بیا و بولو بنداز بپر بیارو کره کارخونه اومد داره میاد اینجا سنگر بگیر کلت بنو نگاش نکن مزاهمه. میخواستم ببردم شما تالا هیچ کدومتون عروس شدین. منظورم اینه که داماد شدین یا نه. اون وقت اگر شدین در اون حالت چه احساساتی کردین؟ والا ما هنوز هیچ کدوم داماد نشدیم. اما وقتی آدم داماد میشه خب داماد میشه دیگه. چشمت غیر میگه داماد میشه. معلومه شما داماد میشه. بعد از مدتی هم گیر خرج خم میشه پشته. اما به خدا این حوث رو نمیشه که کشته. اون کله رو بیا جلو بینم. بگم که تو چرا این بالاخونه رو اجاره نمیدی؟ تو اجاره میکنی؟ نامردم هایی 400 تومن نمیدم. هموم و دیوترم هم نداری. نه بابا اتاقا مال خودمانه. نه ببینم اتاقت چطوره نه؟ ای بد نیستن. دو تا خواهرن یکی از یکی خوشگلتر. سر میری دیوانه. دیوانه بله آره بفرما بزنی. خودتون کوف کردین منو بیچارم. میخوام عروسی کنم جونا دارم بعد من نکنم. من یه دقیقه میام و برمیگردم. اون شاعر گفته که اگه خوراک خوب اگر پا دهد و تو نخوری جان من باید بگم خیلی حالون. بله من نکنه تعریفایی که من کردم دهن داشلی رو آب بنداز و بره سراغ صندوق کارخونه. نه کجا؟ پس پول اینا رو پس پول این سامورداره که میده. خب بلاخره یکی میده به تو که پسم ای تو زامنی. خب بخور بگونو که جونه. بله تو بخور. اجازه تو من میرم بخوابم. شب بخیر.
شب بخیر. دیگه پاشو رادیو رو خاموش کن بریم بخوابیم. خیلی باز این تلفن زنگ زد. الو، بله، چی کارشون داری؟ از کجا تلفن میکنی؟ چی؟ از کارخونه؟ گوشی؟ پاشو بیا. چی؟ کارخونه؟ الو، چیه؟ والا قربان چطوری بگم؟ حرف بزن. والا قربان، نیم ساعت پیش متوجه شدیم که صندوق کارخونه رو زدن. چی؟ صندوق کارخونه رو زدن؟ 50,000 تومان پول اون همه اسناد و مدارک؟ دزدو گرفتیم یا نه؟ والا قربان، وقتی سر و صدا شنیدیم دویدیم، دیدیم یه نفر داره فرار میکنه. گرفتیمش، دیدیم احمده. بعدم به پلیس اطلاع دادیم، پولا رو دزدیدن. پلیس میگه احمد آدم خوش‌سابقه‌ای نیست. ببینم، مگه دربون مرده بود؟ نپرسید این وقت شب تو کارخونه چی کار دارن؟ پس بی خودی نبود که احمد تو صورت من داد میزد و میگفت منم میرم پول دار میشم. مگه شماها مرده بودین که احمد بتونه به ایستادگی بیاد و همه چیز منو ببره؟ همه شماها از من پول یا مفت بگیرین. اگه زندگی ما آتیش بزنن هیچ کدومتون خبردار نمیشین. بی عرضه‌های بی قابلیت حقوق میگیرین، هزار جور راحتی دارین، اون وقت اینطوری از زندگی و سرمایه من مواظبت میکنین؟ یه مشت دوست و کلاهبردار اومدن تو کارخونه من و زندگی منو به خطر انداختن. چی میخواستی بشه؟ صندوق کارخونه ای منو زدن. صد دفعه بهت نگفتم این احمدو ول کن؟ گفتم باش معاشرت نکن، اما نخواستی بفهمی من چی میگم. در واقع تقصیر تو نیست، تقصیر این زنه که روی حسادتش تو رو از خانواده من دور کرد. تقصیر من نیست، تقصیر دخترته که بعد انتخابی کرده. من میدونستم که اون دزده، یه دزد حرفه‌ای. حالا که همه چیزو فهمیدم میدونم چیکار بکنم. تو ناراحت نباش، اینقدر گوشه زندون تا دیگه حواست دزدی نکنه. درم این رفیقشم از کارخونه بیرون بکنم. نه پدر، شما اشتباه میکنی، احمد دوز نیست، این تهمته، تهمت به یک انسان بیکست و تنها. هم شما اشتباه میکنین پدر و هم شما ناهید خانم که یک عمر به خاطر روز مرگ پدرم خودتون رو اینجا زندانی کردین. فردا به ملاقاتش میرم تا همه چیز برام روشن بشه. راحتم بذار. آخه چرا دزدی کردی؟ چرا؟ چرا؟ از تو فکر میکنی منم؟ اگر من دزدی کردم به خاطر خوش کنم. با پولای دزدی؟ آخه کجای دنیا کسی با این پولا خوشبخت شده؟ تو دیوونه ای. دیوونه هستم؟ خب واضح تر بگو دزد. دزدی که دیگه قابل نیست حتی باش رو برو بشی. بهتره با این مرد غرق شده تو ننگ کنم. کن احمد، احمد. چرا ناراحتی؟ چرا حرف نمیزنی؟ بچه روزگار، والا ارادت کیش کلاس شیش چی بگم مینا خانم؟ اتفاق بدی افتاد و به اتهام دزدی گرفتن، اما هنو محکوم نشده. فقط یه ضامن معتبر میخوان که آزاد بشه تا روز محاکمه. شما یه روزی به ما قول کار داده بودین اگه محبت کنی ما در خدمت شما میمونیم و مشغول کار میشیم. ها پس اینطور. آره حیف اون خوشگله تو زندان باشه. من ترتیب کارشون میدم تا از زندان آزاد بشه، اما به شرطی که با هم کار کنیم. بابا سنداز بشیم. خب بگو ببینم چرا اینقدر دیر کردی؟ قرار ما یکی دو ساعت پیش بود. بعد اون گرفتاری رفتیم با داشری به یکی دو تا از رفقا سر زدیم. برزم از این که بعد چه عملی انجام بدیم تا جبران خوبی های شما رو کرده باشیم؟ پس میگه ما چه وظیفه باید انجام بدیم خانم؟ حالا چه عجله ای داریم؟ تازه از رو رسیم. اول باید گله ای تازه کنیم، بعد سر فرصت به هم دیگه صحبت کنیم. اون دو نفر حاضرن. ماشینم حاضره؟ بله ماشینم حاضره. خیلی خوب، بگو باشه الان میام. میخواستیم جریانم بهشون بگی. خب بچه ها ببینم چی کار میکنی. الان همه چیز حاضره، از حال کار شما ها شروع میشه. تو دستی دوباره بعد از انجام کارمون میخوری بطل فرات.
خب حالا باید چیکار کنیم؟ برنامه کاری تو این دو نفری که پایین هستن بهشون میگم. بفرما داشتم سر کار اینو بهش میگم. کردی. با همین سادگی. بله. والا زرنجه گردن کلفتی هزار تا فوت و فن داره. یک شمینه که آدم حب بجیم خوب از یالوش بره. اوخ 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 اوخ. چی شد؟ جیز کردی؟ سوخت. بسیار خوب. مهم نیست. فدای سرتون. فقط مواظب باشیم پلیس رد پای شما رو پیدا نکنه. و اینه کار دستمون میده. خیالتون تخت تخت باشه. دیگه نمیذاریم هیچ اتفاقی بیفته. به شرط که اختیار کارو بدین دست خودمون. آره با این دو تا آشغاله که بودن فرستادین دنبال ما. منظورتون اینه که فقط خودتون برین دنبال جنسا؟ آره دیگه آبجی. خامی نظر تو چیه صلاح میدونی؟ والله با این دسته گلی که آقایون به آب دادن، جامون نمیکنم مرده هیچ کاری رو داشته باشن. تو دیگه چی میگی شیگول؟ حالا کار ما به چه رسیده که تو هم واسه ما کار کنی میخوای؟ با ببخشش ولش کن بزرگ جواری خودت ببخش. کارده نمیشه تا نفر فرستادشون. کامی جون ناراحت نشو. بچه‌ها کامی میخواست با شماها بیاد که کار یادتون بده. ما به 40 تا مثل اون کار یاد میدیم. دیگه اینو باش. بسیار خوب. چه بهتر از این. فردا خودتون رو تنها میفرستم. آخه چه مرد الله جان. جوجه رو آخر پاییز میشمارن. حالا دیگه تو ماشین جوجه کشی میشمارن. پاییز زمستون قدیمی شد. خب تا فردا. ببریم در شلیه. فردا ببینم. دامنه خوب شد دوستر اومده شد
برای این گفتم بیا اینجا که حسابمون رو با هم تصفیه کنیم. حالا چه همین کارا به خوبی خوشی انجام گرفت، موقعش رسیده که از 50000 تومانی که از صندوق کارخونه زدی سهم منو بدی. والا 20000 تومان خرج بر بچه‌ها شد که کمکمون کردن. از اون گذشته از این پول من سهمی نمیتونم بدم. باشه انشالله واسه کارهای بعد. خوبی گذشته ها رو نخور. همیشه همین آن امروزی که زندگی رو شیرین یا تلخ میکنه. روزای زیادی هست که بتونیم شانس رو مهار کنیم. به به عجب ارادت کیشم کلاس شیشم. الان احمد حتما تو فکر تو داره گوله گوله عشق میده. یک دو سه بزن بریم تو پاش دنگ چی تر آوردی چم علی آقا؟ دوست آورده که عشقای تو رو پاک کنم. ببخشین اگه مزاحمتون شدم، میتونین دوباره مشغول بشین؟ تو اصلا برای چی اومدی اینجا؟ خون بگی بس دیگه احمدم وقت کردی خونه کله. و دیگه هیچ دلیلی نداره که از عشق خودمون شرمنده باشیم. اومده بودم بهت بگم که دیگه هیچ چیزی نمیتونه بین من و تو جدایی بندازه، ولی تو با این زن کثیف ببین که اشتباه میکنم. چرا من کثیفم؟ مگه من حق ندارم مردی رو دوست داشته باشم؟ چرا حق داری که دوست داشته باشی، ولی حق نداری که اونو به راه بد بکشی. بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. امیدوارم که بهتون خوش بگذره. خدافظ. پری بلش کن بذار بره. پای کار دارم. دستتو بکش کنار بابا. خب علی آقا خدافظ. گوش کن به این جن اگه سنگین تری دارم میخواد همچی بزنم. همه جنسا رو سالم تحصیل بگیرین و بیارین اینجا. خیلی خوب باشه، یکی طلب ما بریم تو سر کاری. خب دیگه چرا بوشگرم میکنی؟ خیلی خوب ما منتظریم. میگم تقریباً یه رو به حرکت کردن. بسیار خوب، پس دیگه چیزو نمونده. آه مثل اینکه دارن میان. خیلی خوب بیا بالا. خیلی متشکرم، بریم. یعنی ماشین لکنتو را خوب شد که افتاد اون پایین، نه؟ آره. بیرای که رفو کنم آجان، چه تصدق. میگم حیف شده، ماشینه یه وقتی را میره. ولی از همکاری شما تشکر میکنه. یقین داشته باشیم که این همکاری شما بدون پاداش نمیمونه. بارونه پاداش. بریم اچه، یلا بریم، بریم داشته. به فدا چم، به فدا چم،
چیکار کردی؟ آخه اینجا که نمیشه حرف زد. یعنی چی نمیفهمم؟ یعنی اینکه تو گردش روزگار همه چی سلامتی. با سلام. بای بای. لنگه نداری تو این کارا. روز داشتم عشق تو. سلام به یک دست گل قرمز باغ دوستی. برای اینکه مفتخرتون کنم حتما چند گیلاس سر میزتون صفا میکنم. حالا شما دست به دست کردین. چه دست گرمی داره. مثل تن سگ میمونه. با اجازه. با اجازه. گفته بودم میاد باده نمیگردد مست. بره جای بی درد و غم. صبر کن اینا مال کیا رو داری میخوری؟ بذار زمین ذره خاتم خالی ما چل تو کنه میخوری. آقا چرا شب رخت خاپوش؟ آقا تو یه چیزی بهش بگو. آقا تکی به جای جونم نگفتا. آره بابا بینی آره بگو بیاد اعدامم کنه. اینو بهش میگن شاد. اینو بهش میگن شاد. علی بلبل من تو هم اینجای الان میام به پابوس دیگه. یکی میام طلبکار بودم. اومدم علی جون اومدم. خب بیم بالا. چشم بحبا تو کجایی و من کجا برم من الان هی قربونه تو من برم. میگم که شما رو دیدم اومدم خدمتتون برسم. تو هم بیم بالا. خانم امینه لباس تازه خریدم قشنگی خیلی خوبه منو تنها بذار ایوا چه بد اخلاق
قربونه تو. باید ازه شما میزنم مثل که روحم شاد میشه. اصلا مهمتر بیشترم به هم مزده میکنه. خب عزیزم، میدونم که با موفقیت برگشتی. اتفاقا خبر بدی دارم. پلیس عقبمون کرد، ما مجبور شدیم به خاطر اینکه جنسا رو نگیرن ماشین رو بندازیم تو دره. چی؟ میوردو هر دو دفعه دست خالی برگشتی. از همه مهمتر ماشینم از دست دادی. میدونم چه جوری ازتون پذیرایی کنم. بیا تو. احمقان، کاری که نکردن هیچی، ماشینم از دست دادن. پس تو چیکار میکردی؟ من چه میدونم، فکر کردم لااقل این احمقا جنسا رو تحویل داده باشن. چرا معطلی به چرا پذیرایی نمیکنی؟ هیچ کس از جاش حرکت نکنه. چی؟ پلیس؟ بله پلیس. همه شما توقیف هستین، برو کنار. وقتی من رسیدم تمام دخترها دارم جمع شدن، گفتن قربون شکل برم. چه خوشگلی داشتنی، مهر و وفا و ناشتی نداشتی. تو چرا؟ تو که با ما نبودی اینقدر بی مهر و وفا. به کجا می روی یار بلا؟ دیدیا دیدیا بایسا سر جد تکن نخور، برو اونم بیارش اینجا. شما چه برگه ای داریم که بتونیم ما رو توقیف کنیم؟ چه برگه ای؟ بنده بگم چه برگه ای دارم؟ برگه هلو دارن اینا، خیال میکنن که آره تو بمیری. هر جنس قاچاق خلد فروش میکردن، خیال میکردن شهر هرسه. برگه بینام چه برگه ای بالاتر از این که برای تو استفاده های شخصی خودتون به فروش مواد مخدر هزاران نفر رو نابود میکنید؟ آقای پلیس باور بفرمایید، من هیچ کارم اینجا. بگو باور کردن یا نکردنش با من گناهی ندارم، فقط اون دستور میداد. باور بفرمایید که همه کارا زیر سر خودش. شروعه ترتیب خرید فروش جنسا رو اون میداد. بسیار خوب، بفرمایید. قدم رو قدم رنج فرمایید دینم. شما دو نفر آزادی دشلی منو کنه میگه. خدا شمد، حالا میگی چی کار کنم؟ یعنی به نظر تو این دوباره داریم خیابون جمع کنم؟ فعلا که اینطور مقدره، مثل اینکه سرنوشت ما اینه. با همین اصلا باست نامید بگم چطوری بریم دم کارخونه یه سرگوشی رو بریم، شاید پروینه ببینیم ما اون واسه اون یه کاری پیدا کنیم. داره برده میگم داشتم تو این دنیای به این جل و گشایی چرا نماده تا کار نمیدن؟ خب بمیری منم وطن ما شده که ایرادی نمیدن دست گلی. زندگی و هزار کم و خم ولش کن، یه طوری میشه دیگه. آی دشری، ما این بغل با میستیم، تو برو جلو تا یه خبر گیر بیاری، من همینجا منتظرت میمونه. دل با خدا داشته باش، نه دست نفت دلینا چی میشه. الان نه داشلی بیا سوار شوینه. اخیدیم گفتن خدا گرز حکمت ببندد در سپت جان. علیکم پروین خانم، حالتون چطوره؟ به خیر گذشت اینطور نی؟ آقا راننده خوب؟ شما چی میخواید؟ چرا جلوی منو گرفتید؟ هیچ چیز نداره بچه ها، بیادش این یالا. آقا شا، معطل نشین، ترتیب کارا بدین تو هم بزن. آقا
باید کردیم برشون نر ببر یاله زدش بیره نه بابا اومدم دیگه یه دقیقه صبر کن بچون تون تا یه لحظه زود باشتر بکن ببر کی بود؟ خودت رو دوست نکن و تو کنار چیه تو اجازه دادی اینطوری با من حرف بزنی؟ وقت خوبی تو جلاته نکشی مگه اینجا طویله است؟ از طویله هم بسته بالاخره کار خودتونه کردی؟ دخترها از بین بردی؟ الان موقعش رسیده که پلیس بیا تکلیفتونو معلوم کنه سکم وایسه کنیا قبل از پلیس باز دکتر بیاد برو اون و این چه ترانندگیه مگه سر میبری دریا ندار تو دنده لغم ندن به بنده سرد خدا میشونگه همونتا کن شهر کرد از همه رنگ بوش همونتا برای نجیم آخه مگه اینا حیوانن که اینطوری میریزی پایین اینا حیوانم حیوانترن کسی که واسه پول با جون مردم بازی کنه عاقبتش بهتر از این نمیشه صاحب کن بذار بیا پایین یه چیز دیگه هم نشونت بدم چنگیز خان عزیزه سالار همه اینا مردای روزگار بفرمایید مرد درد بیدار کن خب دیگه برم کنید همه چیز رو میگم حالا که دیگه همه دست رو شده والا من گناهی ندارم همش زیر سر ناهید خانم زن شما بود اون بود که ما رو وادار به این کارا کرد بعدم میخواست وادارمون کنه به هر ترتیبی شده پروین دختر شما رو سر به نیست کنه هنوزم داره تو خونه زندگی میکنه مسبب تمام این بدبختی و زن خواهتون بود اون شما رو گول زد احمد بیگناه بود ما چه میگفتیم اما نه گوش شنوا بود و نه مغز بفهم حالا پروین کجاست؟ محمد وردش خونه حالا که قرار شد همه یه حقایق رو تو آخرش هم تعریف کنم همه ما بیگناهیم این زن شما بود که چشت چپ به ثروت شما داشت و میخواست که با همدستی ماها دارایی شما رو به چنگ بیاره به خدا باور کنیم من هیچ تقصیری نهرم بایتونم توی این قضیه تقصیر کاری آره خود شما قربون
شما باید بیشتر مواظب زندگیتون باشین که همسالمان نتونن هر کاری میخوان بکنن. شما اصلا از خونتون از زندگیتون بیخبر بودین. این احمق با خودت وردار بیار تا به حسابش برسه. رو چشم دکتر، چه بهش میاد؟ یکی دو دقیقه دیگه. همین آمپولی که بهش تزریق کردم براش کافیه. فقط یه کمی هول کرده. ناراحت نباشی. پروین وای خدا، چی به سرش آورده؟ خدای من، دخترم از تو میخوام. هرچی هست زیر سر این پسر هست. میبینی چی به روز دخترت آوردی؟ حالا هم اومده اینجا خودش عاشق من قلم داد میکنه. من شوهر دارم و به وجودش افتخار میکنم. باید هرچی زودتر این دزد ناموس رو تحویل پلیس بدیم. ای مار خوش خط خال، ولم کن. حالا بهت میگم چه کسی رو باید تحویل پلیس داد. دخترم دخترم، چه بلایی میخواستم سرش بیارم؟ والا اونو باید از سرکار خانم بپرسیم. دخترم، پروین، عرض نکردم چیزی نیست به هوش میاد. خدا رو شکر، به تو رو متشکرم. پروین یالا رالی، اشکادت به موش ماده که نزن برشت بینم. فقط اینش مونده که خودتو به این روز در بیارم. چه میگه این؟ اشتباه میکنی. ما سپاسه تو زندگیمون یه چیزی داریم که هیچ وقت گمش نمی کنیم. اونم مردونه کیه؟ ما توکلمون به خداست و همیشه روی پای خودمون بامیستیم. احمد بیا بریم داشتی. کجا میری احمد؟ وایسا. احمد پسرم. احمد من به تمام حقایق پی بردم. کجا میری؟ احمد وایسا دیگه، این همه میگن وایسا. دیگه تو هم واسه ما ناز میکنی؟ اینجا دیگه جای ما دوتا نیست. اتفاقا دست برقضا درست جای ما دوتا هست، جای این دوتا نیست. آره داشت کلم هست. برو پک کارت بابا، دل خوشی داری. من که رفتم. وایسا احمد پاشو نزه بره دیگه. بابا بلند شو دختر، فقط تو میتونی جلو اونو بگیری. پاشو قربونت برم، نزه بره. برو کلا رو نزه بپر. برو بپر بی خانم یالا. ترکی نکن، من تو این دنیا غیر از تو کسی رو ندارم. هر کی میری منم با خودت ببر. آخه سرم برم بیرم اون دوتا سوگولی در چه احوالاتی هن؟ ارادت کیش کلاس شیشم نیم بخشم. بله، من تو دادگاه مقصر اصلی رو معرفی میکنم. حالا فهمیدی پلیس باید تکلیف چه کسی رو روشن بکنه؟ تمام حرفایی که چنگیز زد دروغه. من بیگناهم. به بیگناهی و گناهکاری شما دو نفر پلیس باید رسیدگی بکنه. الو، لطفاً اداره پلیس رو بگید. متشکرم. حالا اگه بگی جای ما نیست درست پاشو دست طرف رو بگیر و بریم دنبال زندگیمون. باشو بریم گردش این روزگار میکنه بسیم.